برای جزئیات این بیشتر خبر همراه میشیم با توماج تاهباز از تایلند. توماج، به نظر میرسه موضوع اعدام ها پوشش خبری خیلی زیادی داشته، تو برامون بیشتر بگو. دقیقاً همینطوره. در طول روزهای گذشته رسانه‌های بسیار بزرگ و اصلی در شرق آسیا و جنوب شرق آسیا موضوع رو به موضوع پرداختن، از کره جنوبی و ژاپن تا تایوان و تایلند. همینطور موضوع انتقادات غرب هم پوشش گسترده‌ای داشته. انتقاد پاپ، رهبر کلیسای کاتولیک هم همینطور، و همینطور انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری. حالا صدور سه در واقع حکم اعدام تازه هم باز در رسانه‌های شرق آسیا مطرح شده. روز یکشنبه در ضمن شهرهای توکیو پایتخت ژاپن، سئول پایتخت کره جنوبی و همینطور شهر بوسان، بندر بوسان دومی شهر بزرگ کره جنوبی، هم محل حضور معترضان ایرانی بود. باید بگم که باز هم به طور بسیار نادری شاهد انتشار خبر اعدام‌ها و حکم‌های تازه در فضای مجازی رسمی چین بودیم. از جمله مایکرو بلاگ های سینا و ویبو به خبرهای کوتاه و مختصری منتشر کردن، ولی می‌دونیم که در کلا نه در فضای مجازی نه رسانه‌های چینی اساساً به خبر اعتراضات نمی‌پردازن، که حالا باز شاهد هستیم که به صورت خیلی نادر این اتفاق افتاده. اما چینی های خارج از چین عمدتاً به موضوع پرداختن، به خصوص در توییتر. من نقل قول میکنم از گوی یون چای، کاربر مجازی ساکن آلمان، که فیلمی از اعتراضات مردم رو منتشر کرده بود، ایرانی ها در آلمان رو، و گفته بود ایرانی ها خیلی متحدتر از مردم چین هستن، من تو خیابون اعتراضات اونها رو میبینم و واقعا تاثیرگذاره. در تایوان هم رادیو تایوان اینترنشنال، یک رسانه وابسته به دولت، یک گزارش بسیار مفصلی منتشر کرده از ایران در گفتگو با پژوهشگران در مورد شرایط فعلی و آینده ایران. اما یک اتفاق مهم دیگه هم افتاده. از امسال رهبری یا ریاست دوره‌ای گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه 7 با ژاپن هست. فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، یک سفر دوره‌ای رو قبل از اجلاس اصلی در ماه مه آغاز کرده. در فرانسه با آقای ماکرون دیدار کرده. در اولین سفر خودش امانوئل ماکرون تاکید کرده در بیانیه مشترکی که منتشر شده که موضوع کره شمالی و موضوع ایران در کنار چیزهای دیگه توجه فوق‌العاده‌ای خواهد برانگیخت. می‌دونیم که دولت ژاپن برخلاف دولت‌های تایوان و کره جنوبی که واکنش‌هایی نشون داده بودند، از انجام ایراد در واقع نشان دادن یک واکنش مستقیم خودداری کرده. هرچند پای بیانیه گروه 7 رو در نکوهش در واقع سرکوبی‌ها امضا کرده، اما خودش مستقیماً هنوز واکنشی نشون نداده. مطمئناً در طول ماه‌های پیش رو، در طول هفته‌های پیش رو، توپ در زمین ژاپن خواهد بود و خواهیم دید که آیا دولت ژاپن به طور مستقیم وارد مسئله اعتراضات و سرکوبی‌های ایران به عنوان رئیس دولتی گروه، رئیس دوره‌ای گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد یا نه.